درود به شما بینندگان شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان توجه شما را به خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. مراسم نیایش عید پاک در میدان سنت پیترز واتیکان برگزار شد. در این مراسم پاپ فرانسیس در حضور 150 هزار گردشگر از سراسر جهان برای برقراری صلح در اوکراین، پایان خشونت‌ها در سوریه و نیز رفع فقر و گرسنگی در سراسر دنیا دعا کرد. عملیات جستجوی اجساد قربانیان کشتی غرق شده در آب‌های کره جنوبی همچنان ادامه دارد. در میان علاوه بر ناخدا، 4 خدمه دیگر کشتی نیز بامداد روز دوشنبه بازداشت شدند. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهند که کاپیتان جزو اولین نفراتی بود که از کشتی فرار کرد. حدود 175 مسافر این کشتی از مجموع 470 مسافر که اکثرا دانش آموزان دبیرستانی بودند، نجات پیدا کردند. هواداران روسیه در شرق اوکراین گفتند که در اوائل هفته به سمت آنها تیراندازی شده و این تیراندازی به درگیری بین آنها و ملی‌گرایان اوکراینی انجامیده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در واکنش مقامات کیف را به نقض مفاد توافق ژنو درباره کمک به کاهش تنش در اوکراین متهم کرده است. بنابر گزارش‌ها، زیردریایی بدون سرنشینی که در حال جستجوی بوئینگ 777 ناپدید شده خطوط مالزی در اقیانوس هند است، تقریباً 2/3 منطقه تجسس را بدون آنکه چیزی را پیدا کند پیموده است. از زمانی که پرواز 370 از رادارها ناپدید شد، جستجوها 45 روز است که ادامه دارد، اما هنوز هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. احمد رضا پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در دیدار با وابستگان نظامی کشورهای خارجی مستقر در ایران به گروه 5+1 که سرگرم مذاکرات اتمی با ایران است هشدار داده است. وی گفت چنانچه گروه 5+1 در مذاکرات به وعده‌های خود عمل نکند، جمهوری اسلامی اصراری بر ادامه مذاکرات اتمی نخواهد داشت و در کوتاه‌ترین زمان به سایر فناوری‌های اتمی دست خواهد یافت. غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در ایران در مورد انتشار خبر درگیری در بند 350 زندان اوین گفته است که عامل انتقال اخبار داخل این بند به شبکه‌های معاند نظام از سوی مأموران زندان شناسایی شد. خبرگزاری رویترز روز یکشنبه در گزارشی نوشته است شرکت اجاره کننده هواپیمایی که با پرچم آمریکا هفته گذشته در فرودگاه تهران بر زمین نشست، میگوید این هواپیما مدیران بازرگانی غنا را حمل می‌کرده و قوانین بین‌المللی را نقض نکرده است. خبرگزاری مهر روز دوشنبه اعلام کرد که وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب‌های بانکی افراد را به طور مستقیم آغاز کردند. بیش از 93% از دریاچه ارومیه دچار خشکی کامل شده است. بنابر همین گزارش در حال حاضر تنها 7% از کل مساحت آب این دریاچه باقی مانده است. دریاچه ارومیه تا پیش از این بزرگترین دریاچه داخلی ایران و دومین دریاچه آبشور دنیا محسوب می شد. چین بنا به حکم دادگاهی در شانگهای یک کشتی باری ژاپنی را بابت یک بدهی حدوداً 80 ساله ضبط کرده است. مخالفان نیکولاس مادورو یک روز پس از جشن خیابانی حامیان او به خیابان‌ها آمدند و بار دیگر درخواست خود را مبنی بر کنارگیری او مطرح کردند. دادگاهی در عربستان سعودی 5 تن را در ارتباط با تحریزی و دست داشتن در یک رشته بمب‌گذاری انتحاری در سال 2003 محکوم به اعدام کرده است. شهر بوستون آمریکا یک سال پس از حمله تروریستی میزبان مسابقه 2 ماراتن بوده است. مقامات برای حفظ امنیت شرکت کنندگان بر تعداد نیروهای پلیس افزودند و تدابیر ویژه امنیتی اتخاذ کردند. به نوشته خبرگزاری میراث فرهنگی، کمیته ملی حافظه جهانی ایران وابسته به یونسکو 5 کتاب نفیس ایرانی را برای ثبت در فهرست حافظه جهانی یونسکو معرفی کرد. کلیات سعدی، مثنوی معنوی، المسالک و الممالک استخری، الابنیه عن حقایق العدویه و سفرنامه ناصر خسرو کتاب هایی هستند که برای ثبت در حافظه جهانی پیشنهاد شدند.
مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی روز یکشنبه 31 فروردین ماه اعلام کرد که تابستان امسال آخرین مهلت احیای دریاچه ارومیه است و خواستار عزم جدی مردم و مسئولان برای حفظ این دریاچه شد. و پزشکان دانشگاه UCLA در کالیفرنیا با استفاده از تکنولوژی پیشرفته آموزش از راه دور نحوه کاشت یک متسع کننده بین مهره‌ای را برای درمان تنگی کانال نخاعی به همکاران ایرانی خود در دانشگاه تهران آموزش دادند. این بود خلاصه‌ای از خبرهای این ساعت. شاد و خوش‌سر بشید.